علیه توطئه و سرکوب در زندانها هوشیارانه مبارزه کنیم. شرایط زندانهای سیاسی ضد انسانی است. در زندانهای جمهوری اسلامی فشار و سرکوب تشدید شده است. طی همین ماه گذشته جدا از اعدامهایی که برای ارعاب مردم و با هدف جلوگیری از برآمد مجدد جنبش توده‌ای صورت گرفته است، زندانیان سیاسی به اشکال مختلف در معرض مرگ تدریجی قرار گرفتند. نادر مختاری، جوان 35 ساله‌ای که در جریان اعتراضات آبان ماه 98 در اثر ضربات باتوم به کما رفته بود، به دلیل عدم مراقبت‌های پزشکی در 29 شهریور در زندان جان باخت. روز سه‌شنبه حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور تأیید شد. او یکی دیگر از زندانیان سیاسی و از هموطنان کرد است که در سال 1395 در شهر سنندج با پرونده‌سازی وزارت اطلاعات دستگیر شده و به اتهام قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود. 4 تن از هموطنان عرب، علی مطهری، حسین سیلاوی، علی خسراجی و علی نجدم نیز که در سال 1397 بازداشت شده بودند، به اعدام محکوم شده و حکم آنها در دیوان عالی تأیید شده است. نسرین ستوده، وکیل شجاع و مبارز کشورمان، به خاطر ابتدایی ترین خواست انسانی 44 روز است در اعتصاب قضا به سر می برد و همکنون در بدترین شرایط در بخش سیسیو زیر فشار روحی قرار دارد. محمد نوریزاد که مدت هاست علیه شخص خامنه ای با شجاعت دست به افشاگری زده، در زیر شکنجه قرار دارد و قرائن حکایت از توطئه‌ای برای قتل او دارند. شرایط زندانها در تمامی کشورها یکی از شاخصهای رفتار حکومتیان با مردم خیش است. در جمهوری اسلامی نیز وضعیت زندانهای سیاسی و رفتاری که با آنها صورت می‌گیرد آینه ایست که چهره کریه حکومت را می‌توان در آن دید. در این رژیم که هر کس پرونده خونین تری دارد به مقام و موقعیت برتری می‌رسد، طبیعی است که با جان زندانیان چنین رفتار کنند. شرایطی که همکنون بر زندانهای رژیم حاکم شده ادامه همان سیاستی است که ابراهیم رئیسی یکی از جلادان کشتار 67 را بر مسند قدرت نشانده است. زندانیان سیاسی در ایران همواره گروگان حکومت بودند و بیش از 40 سال است که مستبدان حاکم آن گونه ای که خواسته اند و در اندازه ای که توانسته اند زندانیان را وسیله فشار به جامعه و ابزاری برای ارعاب مردم قرار دادند. اکنون که حکومت در وحشت خیزش دیگری و در معرض تهاجم قدرتمندتری قرار دارد، دیوانوار می کوشد با سرکوب خشن مردم در زندان و بیرون از زندان برآمد جنبش اعتراضی را به عقب بیندازند. اما جمهوری اسلامی بیهوده آب در هاون میکوبد. جنبش مردم ممکن است با سرکوب مدت کوتاهی عقب انداخته شود، اما شکمهای گرسنه کارگران و زحمتکشان با سرکوب سیر نمی شود و خواست آزادی برای مردم ایران
به خصوص برای نیروهای آگاه و تحصیل کرده با گلوله خاموش نخواهد شد. مطالبات میلیون ها زحمتکش کشورمان و صدای حق طلبانه و خواست آزادی را با بریدن زبانها و دوختن دهانها نمیتوان پاسخ داد. تیغی که حکومت به روی مردم میکشد و تناب داری که بر سر زندانهای هر شهر برپا میکند، انعکاس وحشت از برآمده توده است. جنبش مردم بدون شک شعله ور خواهد شد، اما هرچه سرکوب شدیدتر شود، به همان اندازه مقابله با سرکوب رادیکالتر می شود و سرنوشت حکومتیان دردناکتر رقم خواهد خورد. این پیام را حکومت و دستگاه مجری آن می بایست آویزه گوش خود کنند. حزب چپ ایران فدایان خلق نسبت به تداوم وحشیگری های حکومت و تشدید فشار خصوصا در زندان‌ها به مستبدان حاکم هشدار می‌دهد. تداوم این سیاست‌ها جز ویرانی بیشتر و افزودن بر خشم مردم علیه نیروهای مستبد حاکم حاصل دیگری در بر نخواهد داشت. برای مقابله با ادامه این سرکوب‌های حکومت باید صفوف خود را هرچه فشرده‌تر سازیم. ما از همه نیروها و سازمان‌ها، احزاب سیاسی و نهادهای دموکراتیک بار دیگر دعوت می‌کنیم به هر شکل و در هر اندازه‌ای که می‌توانند مبارزه متحدانه خود را علیه این بیدادگری‌ها تشدید کنند. زندانیان برای ایستادگی، مردم برای مقاومت و مبارزه، از حرکات مشترک ما نیرو می‌گیرند. آنها را در مبارزه علیه حکومتی که بنیادش بر ظلم و ستم و تبعیض و استبداد استوار است تقویت کنیم. از سوی دیگر تداوم اعتصاب قضا در زندان نشانه روحیه ایستادگی در برابر استبداد حاکم است. این روحیه ستودنی و ارزشمند است. ما به نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی به خاطر مقاومتشان درود می‌فرستیم. این عزیزان بدانند که اگر جانشان برای دشخیمان مستبد فاقد ارزش باشد، اما برای مردم ایران در گرانبهایی است که می‌بایست از آن محافظت شود. پیشنهاد می‌کنیم که آن را بیش از این به خطر نیندازند. بدون تردید جمهوری اسلامی نه تنها در قبال جان و زندگی عزیزان از دست رفته پاسخگوست، بلکه مسئول به خطر افتادن زندگی زندانیانی نیز هست که در حال حاضر تحت شرایط طاقت فرسا در زندانها به سر میبرند. هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران فدایان خلق دوم مهر ماه 1399 برابر با 23 سپتامبر 2020